بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. روز 21 ماه مبارک رمضان است، سال روز شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین سلام الله علیه. تقاضا میکنم جهت شادی و خوشنودی قلب مقدس حضرت اجماعا صلوات خط بفرمید. آیات جزء 21 قرآن کریم تلاوت می شود. خیلی سریع به 10 درس قرآنی آیات جزء 21 اشاره می کنیم. درس اول کانون خانواده، کانون مودت و رحمت. آیه 21 سوره مبارکه روم خداوند متعال می فرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از نشانه های خدا این است که برای شما همسرانی از جنس خودتون آفرید تا در کنار آنها به آرامش برسید. و جعل بینکم مودتا و رحمه، و میان شما مهربانی و مودت قرار داده است. زیباترین کانون خانواده، کانون خانواده امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما بود که وقتی پیامبر از امیر المؤمنین سوال کردن علی جان زهرا چگونه همسری است، فرمود نعم الاون علا طاعت الله. فرمود زهرا بهترین یاور در مسیر اطاعت خداوند متعال است. درس دوم احسان به والدین است. آیه 14 سوره مبارکه لقمان خداوند متعال فرموده است و وصینا الانسان به والدی، به انسان نسبت به پدر و مادرش سفارش کردیم. بعد شروع میکنه درباره مادر و اهمیت نقش مادر صحبت میکنه. حملت هو امه وهنا علی وهن، مادر انسان را در رحم خود پرورش میدهد در حالی که روز به روز، ساعت به ساعت و لحظه به لحظه بدن او سستر میشود، ضعیفتر میشود. و فصاله فی عامین، فقط این 9 ماه نیست، 2 سال تمام این کودک را با شیره جان خودش رشد می‌دهد و پرورش می‌دهد. انشکر لی و لوالدیک، ای انسان شاکر من و شاکر پدر و مادرت باش. خیلی مقام پدر و مادر در این آیه بالا دیده شده است. خداوند متعال پدر و مادر را در کنار خودش قرار داده است. از پیغمبر گرامی اسلام نقل شده است، فرمود چه شده از شما را که بر به والدین ندارید، چه در زمان حیاتشون چه بعد از وفات اونها. فرمود از طرف اونها نماز بخوانید، صدقه بدهید، حج به جا بیاورید، روزه بگیرید و بدانید کارهایی که انجام میدید پاداشش به اونها میرسد بدون اینکه از پاداش شما چیزی کم بشود. درس سوم پرهیز از تکبر. در آیه 18 سوره لقمان میخونیم، میفرماید ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین با تکبر حرکت نکن. ان الله لا یحب کل مختال فخور، که خداوند انسانهای خیالاتی متکبر را دوست ندارد. معلوم میشود آدم متکبر دچار خیالات شده است. مختال یعنی کسی که گرفتار توهمات خودش هست. در روایت نورانی البته پیغمبر گرامی اسلام فرمود کسی که در قلبش به اندازه وزن ذره‌ای تکبر باشد وارد بهشت نمی شود. بعضی از اصحاب گفتند یا رسول الله خیلی سخته، ما هممون دوست داریم لباسهای زیبا، خانه‌های زیبا داشته باشیم، آیا اینها تکبر است؟ فرمود اینها تکبر نیست، تکبر این است که انسان حق را با وجود آن که شناخت انکار کند، با وجود آن که حق را تشخیص داد پا روی حق بگذارد. و نکته دوم این که مردم را خار و حقیر بشمارد، مردم را کوچک بشمارد. درس چهارم این است که مؤمن در مشی خودش اهل اعتدال است، حرکت با تأنی و اعتدال، نه عجله می کند و نه فرصتها را از دست می دهد. آیه 19 سوره لقمان می فرماد وقصد فی مشیک، در حرکت کردن خودت اعتدال رو رعایت بکن. امام باقر علیه السلام فرمود اون چه که مردم را هلاک می کند عجله کردن است. بسیاری از
کشته شدگان حوادث جاده‌ای به خاطر عجله کردن جان خودشون از دست میدن. فرمود ولو ان الناس تثبتوا لم يهلک احد، اگر مردم تأمل میکردن در حرکتشون، چه در عرصه حرکت بدنی و چه در سایه سایر عرصه ها حرکتشون با تأنی و تأمل باشه، فرمود هیچ کس هلاک نمیشود. و اما درس پنجم از سوره مبارکه سجده هست. سوره سجده از سوره هایی است که سجده واجب داره. آیه 15 این سوره وقتی خوانده می شود واجب از هر کس می شنود سجده به جا بیاورد. این تذکر رو توجه داشته باشن عزیزانی که امروز جزء 21 قرآن کریم رو تلاوت می کنن. ترجمه آیه 15 هم اینه، خداوند متعال می فرماید فقط کسانی به آیات ما ایمان می آورند که وقتی آیات ما را می شنوند سر به سجده می گذارند و در برابر خداوند تکبر به خرج نمی دهند. راوی به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا گرفتارم، وضع زندگیم به هم ریخته است، مشکلات مالی متعددی دارم. امام علیه السلام فرمود علیک به دعا و انت ساجد، اگه میخوای مشکلاتت حل بشه دعا بکن اونم در حال سجده. فرمود فإن اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد، نزدیکترین حالت بنده به خداوند متعال حالت سجده هست. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده پیغمبر گرامی اسلام مشغول کاری بودند، شخصی مشاهده کرد به حضرت عرض کرد اجازه بدین من کمکتون بکنم، آمد کمک پیغمبر گرامی اسلام کرد. وقتی کار تمام شد پیغمبر به او گفتن ما حاجتک، چه حاجتی داری به خاطر لطفی که در حق من کردی حاجت تو رو برآورده کنم؟ عرض کرد الجنه، گو حاجت من بهشته. پیغمبر اکرم تو روایت هست که فاطرق رسول الله، یه تأملی کردن فرمودن نعم باشه من به تو وعده بهشت رو میدم، ولکن یا عبدالله اعنا به طول سجود، ای بنده خدا تو هم کمک من کن با سجده های طولانی خودت، زمینه رو برای اینکه من بتونم تو رو شفاعت بکنم مهیا کن. درس ششم اهتمام به نماز شب و نافله شب هست. البته قبلا این درس رو گفتیم ولی چون آیه شاخصی در سوره سجده در این باره هست تکرار میکنیم. خداوند متعال میفرماید یه عده‌ای هستن شبها از بستر بر میخیزند، خدای خودشان را از روی امید و ترس میخوانند. بعد در آیه 17 میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، هیچ کس نمیداند چه نعمتهایی در بهشت برای شب زنده داران خداوند متعال در نظر گرفته است. روایت میگوید آیه 16 و 17 سوره مبارکه سجده در شأن امیرالمؤمنین و شیعیان ایشون است. کسانی که وقتی پاسی از شب میگذرد، دو سوم شب میگذرد یا کمی بیشتر و کمتر، نزدیکه های سحر از خواب بر میخیزند، خدا را خاضعانه و خاشعانه عبادت میکنند و از او نعمت های بهشتی رو که وعده داده است طلب میکنند. درس هفتم از سوره احزاب هست، اهمیت کانون خانواده و حفظ نسب یکی از مسائل مهم دینی هست. در جامعه ما زیاد هست کسانی به خاطر لطف و احسانی که در حق یتیمان دارن اشخاصی رو به عنوان سرپرستی در خانه خودشون میارن، اشکالی نداره، ولی باید مسئله فقهی این موضوع کاملا رعایت بشه. مسائل محرم و نامحرم، مسئله نسب، مسئله ارث و میراثشون. خداوند متعال میفرماید ادعوهم لآبائهم، در آیه 5 سوره احزاب میفرماید اگر کسی رو به فرزندی گرفتید او حقیقتا فرزند شما نمیشود. ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، خداوند فرزند خوانده شما را فرزند شما قرار نداده است. ولذا یکی از مجوزات غیبت فرمودن رد و من ادعا نسبا لیس له، اگر کسی ادعای نسبی کند که این نسب را ندارد، از سادات نیست، ادعا میکند من از سادات هستم، فرمودن غیبت او جایز است. میتونید همه جا برید بگید که آقا این آقا سید نیست، میگه من سید هستم. در هر صورت مسئله نسب و نظام انساب در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته. درس هشتم شجاعت در رویارویی با دشمن هست. آیه 19 سوره مبارکه احزاب
خداوند متعال می‌فرماید بعضی از منافقین بزدل وقتی دشمن رو می‌بینند، تراهم ينظرون الیک، رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم، به تو نگاه میکنن، چشمهاشون خیره شده است و میگردد، کالذی یغشا علیه من الموت، مثل اینکه قش به اونها دست داده. و لذا موضوع شجاعت مورد توجه قرآن و روایات است. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود انسان به اندازه ای که تعصب داشته باشد شجاعت پیدا میکند و به اندازه ای که شجاعت داشته باشد غیرت پیدا میکند، در دفاع از ناموس، در دفاع از خانواده، در دفاع از وطن، در دفاع از دستاوردهای دانشمندان کشورش. هر مقدار تعصب نسبت به وطن خودش، دانشمندان خودش داشته باشه، در دفاع از اونها شجاعت پیدا میکند. درس نهم تأسی به رسول گرامی اسلام هست. آیه 21 خداوند متعال میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر بهترین الگو برای شماست. جوانهای ما اگر دنبال الگو میگردن جوانی پیامبر، میان سالان ما اگر دنبال الگو میگردن میان سالی پیامبر، بزرگ سالان ما به دنبال الگو هستن بزرگ سالی پیامبر. در همه حالاتش پیامبر گرامی اسلام الگو بود. انقدر امیرالمؤمنین به پیامبر اکرم احترام میگذاشت که حتی نقل شده است برای حضرت یه ماده غذایی آوردند، حضرت تناول نکردند، فرمودند من دیدم پیغمبر گرامی اسلام از این ماده غذایی نخورده بودن، من هم نمیخورم. نه اینکه حرام بود، میخواست اوج ارادتمندی و تسلیم خودش در برابر پیامبر اکرم را به نمایش بگذارد. درس دهم، درس آخر، ثبات قدم. آیه 23 سوره مبارکه احزاب من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، بعضی از مؤمنین صادقانه به پای عهدی که با خداوند متعال بسته بودن ایستادن. فمنهم من قضا نحبه، عده‌ای در این راه جان خودشون رو دادن که روایت میگوید حضرت حمزه سید الشهدا است و جعفر ابن ابی طالب. و منهم من ينتظر، اما یه عده‌ای منتظرند، منتظرند تا کی شربت شهادت را بنوشند، که روایت میگوید مصداق این فراز از آیه شریفه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است و ما بدلو تبدیلا، و لحظه ای و ذره ای از مسیری که در راه رسیدن به آرمانهاشون ترسیم کردن منحرف نشدن و تا آخر کار پای آرمانهاشون استادگی کردند. خداوند متعال همه ما را رهرو راه امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اولاد طیبین و طاهرینش که مصداق اتم این آیه شریف هستند قرار بدهد. هدیه نثار قلب مقدس و نازنین اون حضرت، اجماعا صلواتی خط بفرمایید.